الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن عزيز وارجماند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در جلسات قزشته مطالبی رو درباره بیداری از غفلت که اولین منزل و اولین نقطه آغاز سیر و سلوک الله هست مطالبی رو عرض کردم بعد از آن که انسان مراحل قبلی رو طی کرد به شناخت نعمت رسید با جنایاتی که انجام داده جرم و معصیت‌هایی که انجام داده آشنا شد و خطر آن را و این گناه عظیمی را که مرتکب شده پی برد و همچنین بعد از آن که انسان مروری کرد بر گذشته خودش و ضرر و زیانی را که تا کنون متحمل شده اینو در میابد انسان فطرتا وقتی که از خواب غفلت بیدار می شود در راستای تلافی گذشته گام برمی‌دارد. رهایی یافتن و نجات پیدا کردن از خوبس و عوارض شوم و نامبارک گناه و جنایت و معصیت پروردگار الحمدلله این فضل الله متعال هست که برای من و شما مسلمانان فرصت های زیادی رو الله متعال قرار داده برای این که گناهان گذشته خودمان را پاک بکنیم این کاملا میسر هست و امری شدنی و قابل دسترسی است بهشت برین الله متعال جای پاکیزه‌ای هست و بهشت جای پاکیزگان هست کسانی که آلوده باشند خباستی در اونها باشد زنگار گناه و معصیتی رو به همراه داشته باشند تا زمانی که پاک نگردند وارد بهشت نمی شوند. بهشت سرزمین پاکی هست و یک ذره خباست و پلیدی در بهشت نیست و هر کسی هم که یک ذره خباست و پلیدی و زنگار گناه و معصیت رو داشته باشد وارد بهشت نخواهد شد انسانی که در پی تمحیص هست در پی رهایی یافتن از زنگار گناه و عوارض معصیت هست راههایی را الله متعال قرار داده تندین مورد هستم، که در این جلسه خدمت شما برخی از آن را به اندازه ای که فرصت برسد بیان خواهم کرد در دنیا این فرصت برای من و شما هست و این امکان را من و شما داریم که با چهار چیز از زنگار گناه و عوارز معصیت خودمان را پاک بگردانیم چهار مورد هستند که در دنیا می توانیم آنها را عملی بکنیم در اختیار ما هستند و می توانیم با بکار بردن این چهار مورد گذشته خودمان را پاک بکنیم گناه و معصیت هایی را که انجام دادیم جرم و جنایتی که از ما سر زده همه را به صفر برسانیم و پرونده خودمان را کاملا خالی از هر گونه گناه و معصیتی بگردانیم چهار مورد هستند در دنیا موارد دیگر هست که بعدا خدمت شما عرض می کنم در جهان برزخ یا موارد دیگر این چهار مورد عبارت هستند از اولی توبه اولین مورد توبه هست توبه کردن یک دستور الهی هست یک دستور عمومی هست یا ایوها الذین آمنو توبو الله توبتن نسوحا ای مسلمانان ای مؤمنان شما توبه بکنید بازگردید به الله متعال یک توبه خالصانه یک توبه کامل و فراگیر و اولین کسی که این دستور الله متعال را عملی کرده شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند در روایتی که ابو از ایشان نقل کرده و امام بخاری آن را برای ما روایت نموده ایشان می‌فرماند که والله قسم به الله سوگند به پروردگار انی لا استغفر الله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من سبعین مره به خدا قسم من روزانه بیشتر از هفتاد بار استغفار میکنم و توبه میکنم به درگاه الله متعال پس بنابراین من و شمایی که خود را پیرو این پیانبر میدانیم و این همه گناه و معصیت کردیم باید روزانه چند بار استغفار بکنیم و طلب مغفرت و توبه بکنیم به درگاه الله متعال و این توبه یکی از پاکنهای گناه است محو می کند گناهان را عوارض شوم گناه را از بین خواهد برد و ایده را که الله متعال به من و شما داده که اگر فلان گناه را انجام دادید چون و چنان می شود فلان عذاب و شکنجه آیدتان می شود با این توبه ما می توانیم که این وعید الهی رو از خودمان دور بکنیم این گناه و معصیت رو از بین ببریم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له کسی که از گناه توبه کرده گویا گناهی رو انجام نداده کاملا پاک و صاف پس بنابراین اولین گزینه که باعث جبران گذشته می شود و باعث زدودن گناه و معصیت می شود توبه هست مورد دوم استغفار هست این یعنی عذرخواهی کردن از الله متعال طلب مغفرت از الله متعال الله متعال در یک حدیث قدسی که در صحیح مسلم آمده می فرماید که یا عبادی اینکم تخت اون باللیل و النهار ای بندگان من شما شب و روز گناه میکنید ای عباد من ای بندگان من اینکم به باللیل و النهار شما شبان روز گناه و معصیت انجام میدهید و انا اغفر الذنوب جمیعا میفرماید که من تمامی گناهان را میبخشم هر گناهی را هر چند بزرگ باشد میگوید که من میبخشم فاستغفرونی اغفر لکم از من بخواهید که شما را ببخشم از من معذرت بخواهید طلب مغفرت بکنید تا اینکه به شما بخشش بکنم و گناهان شما را معاف بکنم استغفار بکنید تا اینکه من شما را مغفرت بکنم مورد سوم که گناهان را از بین میبرد نیکوکاری هست انجام دادن اعمال نیک و صالح است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید که ان الحسنات يذهبن السيئات. نیکی ها بدی ها را میبرند. نیکی ها مانند یک سیلی هستند، مانند یک نهری هستند که بدی های شما را، آلودگی های شما را از بین میبرند، میشوند. پس بنابراین تا میتوانیم توانیم کارهای نیک را انجام بدهیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکی از اصحابش حضرت ابو زر غفاری رضی الله تعالی این توصیه را کردند که اتبع سیئت الحسنه تمحها بعد از هر گناهی که مرتکب شدی یک کار خیر و نیک انجام بده تمحها آن را پاک میکند از بین میبرد. پس بنابراین پاک کن سوم و عامل سومی که گناهان من و شما را از بین میبرد نیکوکاری هست انجام دادن کارهای خیر اهم از نماز و روزه و زکات و حج و تمام عبادات و کارهای خیری که به ذهن ما میرسد حتی از کاری که انجام میدهیم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله حتی این که یک خس و خاشاکی رو از یک راهی شما بردارید حتی این که شما در برابر برادر مسلمانتون تبسم بکنید با لبخند با اون برخورد بکنید اینها تمامشون اعمال نیک و صالحی هست که باعث کفاره گناهان خواهد شد مورد چهارم که در دنیا باعث کفاره گناهان من شما می شود و پاک کننده گناهان هست مسایب و گرفتاری ها هست همین زحمت ها مشقت ها گرفتاری هایی را در دنیا که آید من شما می شود خواه ناخواه تمام مسلمانان و تمام انسان ها در دنیا گرفتاری هایی را خواهند داشت اما الله متعال گرفتاری های مسلمانان را رنج و غم های مسلمانان را که در دنیا متحمل می شوند این را کفاره گناهان انسان قرار می دهد. انسانی که در دنیا گناهی را مرتکب شده با گرفتاری و عذابی که در دنیا می کشد با زحمتی که در دنیا آیدش می شود مصیبتی که بر او می رسد گناهانش را الله متعال معاف می فرماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سخم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر به من سيئاته این روایت متفق علیه هست می فرمد هر سختی و رنجی که به مسلمان می رسد هر بیماری و غم و اندوهی که به انسان می رسد حتی اینکه انسان گاهی وقت دلگیر می شود افسرده می شود تمام اینها سبب می شوند که الله مطال بدین وسیله گناهانش را کفاره بکند پس بنابراین این این چهار مورد هست که در دنیا باعث کفاره شدن و بخشوده شدن و پاک شدن گناهان میشوند، توبه استغفار نیکوکاری و گرفتاری و مصیبت های دنیا اما اگر در دنیا این کارها رو ما انجام ندادیم یا انجام دادیم به صورت ناقص بود و به اندازه نبود که گناهان ما رو در واقع معاف بکنند به طور مثال فرض بکنیم این توبه ما توبه صادقانه نبوده توبه نسوحی نبوده خب شاید الله مطاد چنین این توبه رو قبول نکند توبه ای که خالصانه باشد و از ته دل باشد چون این توبه رو الله مطال قبول می کند این استغفاری که ما کردیم شاید استغفار کاملی نبوده استغفار درستی نبوده به گفته شاعر صبح بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید از استغفار ما قطعا چون این استغفاری نتیجه نمی بخشد. شاید نیکوکاری هایی که ما انجام دادیم در مقایسه با کارهای بد ما بسیار اندک باشد این کارهای نیک اندک ما نتواند کفاره گناهان زیاد ما باشد شاید این مصیبت هایی که در دنیا بر سر ما می آید به اندازه ای نیست که گناهان زیاد و بزرگ ما را کفاره بکند بعد از آن در مرحله بعدی اگر در دنیا گناه یک مسلمان کفاره نشد این در عالم برزخ امکان پذیر هست سه مورد هستند در عالم برزخ که باز هم میسر هست و امکان دارد که گناهان انسان مسلمان بخشوده بشوند اولی نماز جنازه هست نماز جنازه ای که دیگران بر یک فرد مرده میخوانند. روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید ما من میت تسلی علیه امت من المسلمین هر میت و جنازه ای که یک گروهی از مسلمانان بر اون نماز جنازه بخوانند یبلغون مئه که تعدادشون به صد نفر برسد کل هم یشفعون له تمام این نمازگزاران که نماز جنازه میخوانند شفاعت میکنند برای این مرده الا شفعو فیه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که الله متعال شفاعت این نمازگزاران را که نماز جنازه خواندند قبول می کند به برکت نماز جنازه گناهان انسان مسلمان گناهکار را الله متعال امکان دارد که ببخشد در عالم برزخ مورد دیگر فتنه قبر هست عذاب قبر هست سختی هایی که در قبر آید انسان می شود این سختی ها سبب می شود که گناه انسان کفاره بشود البته تمام این موارد به شرطی هست که در دنیا انسان مسلمان نتوانسته که گناهان خودش را کفاره بکند و از بین ببرد مورد سوم که در عالم برزخ است و یکی از کفارات هست ایسال سواب برادران مسلمان هست همین که بعد از مرگ شما یک کسی برای شما دعای خیری می کند یک کسی به جای شما صدقه می دهد کسی به جای شما عمره می رود حجی را رو انجام می دهد صدقه جاریه ای را برای شما انجام می دهد این کفاره گناهان شما در قیامت خواهد شد در روایتی هست که در روز قیامت برقی از انسانها میبینند که ثواب خیلی زیادی رو انجام دادند کارهای خیلی نیکی برایشون نوشته شده خودشان میدانند می که این ها مال ما نیست ما این همه نیک و کار نبودیم این همه کارهای خیر انجام ندادیم و الله متعال در روز قیامت درجه این انسان رو بالا میبرد این فرد سوال میکند از الله متعال که ای رب ان لی هذه الدرجه این درجه و این مقام رو من از کجا حاصل کردم من که این همه نیکوکار نبودم در دنیا کارهای خیلی رو به این اندازه نداشتم اما به این مقام والا رسیدم از کجا هست در جواب بهش گفته می شود به دعای ولد کلک به خاطر دعای فرزندت هست که بعد از مرگت برای تو دعا کرده برترین ایسال سواب که هیچ بونه اختلافی در آن وجود ندارد این است که ما برای مردگان خودمان دعای خیر بکنیم این سومین مورد هست که در عالم برزخ الله متعال گناهان انسانهای مسلمان را بدین وسیله خواهد بخشید خب فرض بکنیم که یک فردی نه در دنیا گناهانش کفاره شد و نه در عالم برزخ گناهانش به اندازه زیاد بود که در عالم برزخ هم بخشیده نشد نه نماز جنازه تونست کاری بکند و نه فتنه قبر و عذاب قبر تونست که گناهانش را از بین ببرد و نه دعاهای مردم شاید دعای کسی برایش نکرده باشد انسانی بوده که دیگران را مورد اذیت و آزار قرار میداده و کسی دلش نمیاد که برایش دعای خیر بکند به هر صورت اگر در عالم برزخ هم گناهان فردی کفاره نشدند تو از نامه اعمالش پاک نشدند در میدان محشر هم این امکان هست اول سختی های روز قیامت سختی های روز قیامت اینها تمام کفاره گناهان میشوند هم سختی هایی که در دنیا آید انسان می شود قبلا عرض کردم هم سختی هایی که در عالم برزخ انسان می چشد و هم سختی هایی که بعد از این که برانگیخته می شود بعد از زنده شدن احوال و سختی های روز قیامت تمام اینها باعث کفاره شدن گناه می شود و همچنین در روز قیامت شدت محشر در موقف و در محشر زمانی که آفتاب بسیار گرم بر بالای سر انسان هست و هر انسانی به اندازه گناه و معصیتی که انجام داده عرق می کند این سبب می شود که گناهان انسان از بین بروند انسان رفته رفته کم کم تا به قیامت تا به بهشت نزدیک می شود گناهانش کم کم زدوده می شود و پاکیزه تر می گردند تا زمانی که کاملا از گناهان پاک شد آن وقت این لیاقت را پیدا خواهد کرد که وارد بهشت بشود دومین مورد در قیامت سختی های محشر هست سومین مورد و سومین کفاره در روز قیامت و در میدان محشر شفاعت شافعین هست شاید الله مطال شفاعت یک شفاعت کننده ای را در حق من شما بپذیرد شفاعت رسول الله را شفاعت شهدا را شهادت و شفاعت حافظان قرآن را شفاعت و سفارش انسانهای نیکوکار را کسانی که در روز قیامت اجازه خواهند داشت که برای دیگران شفاعت بکنند امکان دارد با شفاعت یک انسانی در روز قیامت و در میدان محشر الله متعال از گناه یک فردی و یک انسانی بگذرد و نهایتا مورد چهارم در روز قیامت عفو الله متعال هست که الله متعال به لطف و کرم خودش از گناه و معصیت که انسانی صرف نظر بکند و او را ببخشد قبل از این که به بهشت برسد تمام گناهانش بخشیده شد چون این انسان وقتی که پاک می شود لیاقت رفتن به بهشت را دارد نیازی نیست که دیگر به جهنم بیفتد اما اگر خدای نکرد الله متعال همه من شما را نجات بدهد گناهان انسان نه در دنیا معاف شد و نه در عالم برزخ معاف شد و نه در روز محشر معاف شد و در روز قیامت چاره دیگر نیست جز این که این انسان وارد جهنم بشود این زنگار گناه و معصیتی که بر قلب من شما هست این آلودگی هایی را که از دنیا کسب کردیم به آخرت بردیم قبل از رسیدن به بهشت باید به یک تریخی از بین برود اگر خودت کاری نکردی دیگران در برزخ برایت کاری نکردند اگر سختی های دنیا و آخرت برایت مفید نبود بیشتر از این گناه کرده بودی نهایتا باید مانند طلایی که گداخته می شود و زنگارش از بین می رود هایش جدا می شود انسان مسلمان با ایمان اما گناهکار باید وارد جهنم بشود و به اندازه گناهانی که انجام داده و به اندازه زنگار و ناخالیسی هایی که دارد باید در آتش جهنم بسوزد تا این که ناب و خالص بشود و گناهانش بسوزند و بعد از این از جهنم خارج بشود و الله متعال پاک و پاکیزه او را وارد بهشت بگردانند اینها مجموعه کارها و راهکارها و چارهایی هست که انسان متل... مسلمان میتواند آنها را بکار بگیرد آنچه در اختیارش هست یا مواردی که دیگران برایش انجام میدهند در عالم برزخ و در قیامت هست یا این که دعا بکنیم که الله متعال ما را مورد لطف و رحمت و عفو خودش قرار بدهد تا این که در روز قیامت قبل از رسیدن به محل ورود یا عبور کردن از پل سرات ما کاملا پاک و صاف باشیم گناهی بر گردن ما نباشد حقی از دیگران بر گردن ما نباشد تا اینکه مجبور باشیم به خاطر این ناخالصی ها و گناهان به جهنم بیفتیم تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر و منزلی دیگر از منازل سیر و سلوک الله شما رو به الله متعال می سفارم السلام علیکم و رحمت الله و